خانم دوستدار، همزمان با این اعتصاب گسترده اصناف در استان کردستان، ما در نقاط مختلف هم شاهد این اعتراض ها هستیم. این گرامی داشته جنبش دموکراسی خواهی زن، زندگی آزادی و حتی در داخل زندان، زندانیان سیاسی زن، 34 زندانی دست به اعتصاب قضا زدن برای گرامی داشته آغاز این جنبش. مجموع این حمایت ها و این اعتصاب ها رو شما حاوی چه پیامی میبینید برای حکومت و چه اهمیتی داره؟ خب مجموع اینها طبیعی است که نشون میده که اونچه که مردم در دو سال گذشته دنبالش بودن به عنوان مطالبات مدنی و سیاسی چیزی نیستش که با سرکوب و خشونت افسرگسیخته حکومت فراموش شده باشه. وقتی زنان در داخل زندان اوین، یعنی جایی که خود سیستم سرکوب در واقع مرکزش هست، داره عمل میکنه، دست به تجمع میزنن، وقتی که شهروندان به شکل‌های مختلف حال اعتراض خودشون رو نشون میدن، از شعار نویسی، من تعداد زیادی از کاربران رو دیدم که عکس‌های خودشون رو منتشر کردن، عکس‌های بدون حجاب خودشون رو که دو سال پس از جنبش همچنان بر سر اون مواضع ایستادن. خب اینا همش پیام‌هایی است که اقشار حکومت میدن، یعنی به رغم اینکه این همه سرکوب صورت گرفته، ده ها صد ها جان گرفته شده، عده‌ای رو بعد از دستگیری اعدام کردن، هزاران نفر رو بازداشت کردن، همین الان در آستانه در واقع جنبش ژینا ما در هفته های اخیر شاهد این بودیم که چطور به خانواده ها هشدار داده شده یا جلوی هر گونه فعالیت مدنی به ویژه در داخل ایران رو تلاش کردن بگیرن، ولی با همه اینها صدای آزادی خواهی مردم ایران به شکل‌های مختلف بلند هست. من فکر می‌کنم درسته که در خیابان شاید به اون شکل در بجز حالا کردستان که اعتصاب گسترده درش رخ داده در واقع تجمعی صورت نگرفته به اون معنا، اما همین یادآوری مردم و انتشار عکس ها و پست های یادآوری نشونه این هست که مردم بر همون عهدی که بودن هستن.